امروز درباره یکی از زیر شاخه های فلسفه هنر تحت عنوان فلسفه موسیقی صحبت خواهم کرد. خب کتابی که سعی میکنم خلاصش رو و کلیاتش و فصل بندی هاش رو برای شما بگم، کتابی است به نام درآمدی بر فلسفه موسیقی که چاپ دومش رو من در اختیار دارم. من دنبال این کتاب بودم و رفتم شهر کتاب مرکزی و اونجا رفتم تو بخش موسیقیش، یه مقدار الان رفته طبقه بالا، اونو نگاهی کردم پیدا نکردم. من داشتم میومدم بیرون، یه ویترین کوچولویی بغل در ورودیش داره به سمت راست، دیدم این کتاب همینجوری گذاشته اونجا. من عجیب بود واقعا، رفتم گفتم اونو بی زحمت بدید به من، و رفت در آورد از ویترین داد به من. که نویسنده کتاب رابرت آگوستوس شارپ هست و ترجمه توسط حسن خیاطی انجام شده. نسخه ای که من در اختیار دارم نشر بان 1399 هستش، 312 صفحه کتاب هست، قیمتش هم 120,000 تومان. اشاره خواهم کرد به محتوای کتاب و کلیاتی عرض خواهم کرد در دیگه رو. شما اگه علاقه من بودید هم میتونید کتاب رو تهیه کنید، و یا اگه خیلی واقعا علاقه من زیاد بود، من شاید ادامه دادم این مباحث رو به صورت بخشایی که مورد علاقه خودم هست رو ابتدا، یک ویدیوهای جداگانه مشابه کاری که با فلسفه علم کردم با هم فلسفه موسیقی میشه انجام داد. نکته اول این هستش که اصلا نگاه فلسفی چه لزومی داره. خب من این رو در یک ویدیوی دیگری که چرا فلسفه مهم است مطرح کردم. خب به نظرم دیگه اینجا خب وقت نیست راجبش صحبت کنم، ولی خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، ما در همه مباحث مختلف یک نگاه علمی داریم، یک نگاه هنری داریم و یک نگاه تاریخی و در نهایت یک نگاه فلسفی. من در اون ویدیو اشاره کردم که خب من خودم ابتدا دنبال هنر رفتم، علم رفتم و تاریخ رفتم، ولی اون چیزی که در درون من نیاز بود برآورده نشد و در نهایت فلسفه بود که به من پاسخ سوالات من رو داد. خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، نگاه فلسفی یعنی یافتن پاسخی منطقی و عقلانی همراه با استدلال برای سوالات بنیادی. و یه وقت شما یه قطعه‌ای از باخ، موزارت و الی آخر میشنوید، خب این یک سمت قضیه است، لذت میبرید. یه وقتی هستش که سوال بنیادینی مطرح میکنی که اصلا هنر چیست؟ این ابتدایی ترین چیزیست که میشه سوال کرد دیگه. اصلا هنر به چی میگن هنر؟ خب این فلسفه هنر، اصلا زیبایی یعنی چی؟ فلسفه زیبایی چی هست؟ کل مبحث فن میخوام بدونید که من هدف کتاب در نهایت چی هستا. در نهایت دنبال یافتن پاسخهایی است به سوالات بنیادین درباره موسیقی. من مثال های دیگه بخوام بزنم، اصلا خوبی و بدی یعنی چی، اخلاق به چه معنایی است، فلسفه اخلاق که خیلی راجع به صحبت میشه در مورد بدی و خوبی است دیگه، یا وقتی بحث علم پیش میاد اصلا علم به چی میگن، تعریف علم چیست، تفاوت علم و شبه علم در چی هستش. خیلی زیاد هست دیگه، جز مباحث فلسفه سیاسی هم همین داستان ها مطرح میشه که رد میشیم ازش. پس من در این کتاب و در مباحثی به نام فلسفه موسیقی دنبال یافتن پاسخهایی هستم برای سوالات بنیادینی که گهگاه بهش توجه نمیشه. یه نکته دیگه ای که عرض کنم به عنوان مقدمه، اولا که موسیقی آیا هنر یا علمه، اینو باید تفکیکش رو واقعا قائل بشیم که من موسیقی رو به عنوان یک هنر دارم بهش نگاه میکنم، در اون صورت این زیر مجموعه فلسفه هنر و زیبایی شناختی قرار میگیره که به نظر میرسه رویکرد نویسنده این گونه بوده. یک نوع دیگه اینه که موسیقی رو به عنوان علم بهش نگاه کنیم، خب این میره زیر مجموعه فلسفه علم قرار میگیره که همه اون مواردی که من اونجا در مورد علم اشاره کردم، خب در مورد علم موسیقی هم که خب میدون علم اصلا ساده ای نیست. خب من خیلی راجبش ویدیو تهیه کردم تا آخریش که مودهای انتقال محدود مسیان هست، خب شما ببینید دیگه اینا مباحث اصلا ساده ای نیستن، با فیزیک و ریاضی هم که ارتباط تنگاتنگی داره علم موسیقی. در ایام قدیم بوعلی سینا و اینها، فارابی، اینها موسیقی رو جز علوم دسته‌بندی می‌کردن، اینقدر قضیه. بخاطر هم این نگاه موسیقی به عنوان علم یک نگاهی است که فکر نمی‌کنم کتاب خیلی بهش توجه کرده باشه. پس اینکه فلسفه هنر رو به عنوان پیش نیاز لازم است بدونید بد نیست، ولی خب این کتاب مستقل از اون رفته جلو. یعنی فرض کرده شما اصلا فلسفه هنر رو، یه مقدار مباحث فلسفی توش هست تا حدی
لغات موسیقیایی درش هست که خب من اینها رو تو ویدیو ها مثلا مکتب دوم وین توش هست، خب من یه ویدیو دارم راجعش، اینها رو بهش اشاره کرده به شوینبرگ و کارهای مختلف دیگه‌اش. خب نگاه خاصی بود دیگه، نگاه موسیقی اکسپرسیونیسم یا اون سریالیسم و اینها، اینا نگاه خاصی به موسیقی هستن. اگه قطعاتشون رو گوش بدید میفهمید من چی دارم میگم. سوالات بنیادی رو به مرور در کتاب خواهید دید چی هست. ولی اصلا موسیقی ارزشمند به چی میگن؟ سوال خیلی ساده. چه نوع موسیقی یک موسیقی ارزشمند هست؟ حالا موسیقی فاخر که ما ازش یاد میبریم به چی میگن؟ حالا تا میشه گفتش که یک سوال بنیادی در فلسفه علم هست که علم بهتر است یا ثروت. من این سوال رو میخوام قرینش رو در موسیقی مطرح کنم، بگم هنر، حالا در هنر مطرح، هنر بهتر است یا ثروت. خب من در مورد علم بهتر است یا ثروت یک ویدیوی 25 دقیقه‌ای فکر کنم دارم که اونجا سعی کردم این رو نه به صورت کلیشه جواب بدم. خب همین رو میشه به عنوان هنر بهتر است یا ثروت مطرح کرد و بعد نگاه کرد به زندگی یک شخصی مثل موزارت، پاگانینی، بتهوون. خب موزارت در فقر زندگی میکرد و رنج بسیار اینها در زندگی کشیدن بزرگان موسیقی که اون چیزی که الان در اختیار ما هست به ما برسه. حالا سوال میشه پرسید واقعا هنر بهتر، که البته این خیلی شباهت داره به همون علم بهتر است. من اونجا سعی کردم خیلی کلی جواب بدم، اون ویدیو رو میتونید ببینید. به نظر پیش نیازش تا حدی اینه که مثلا موسیقی مینیمالیسم درش اشاره شده، فرم های مختلف اشاره شده، به تاریخ، در مورد تاریخ موسیقی صحبت شده. حداقل اینهایی که من ویدیوهایی که در این مقاله دارم ببینید کمکتون میکنه در فهم بهتر متن. شاید من اینو ویدیو تهیه کردم راجع بهش و کتاب رو ما به شکل خاص تحلیل کردم، چون من توضیح نیاز داره کتابش. یک ویدیویی من دارم در مورد تجلی فلسفه نیچه در قطعه ای از اشتراوس چنین گفت زرتشت با اون اوپنینگ محشر. خب اون ویدیو هم میتونه کمک بکنه ببینید چگونه یک رمان فلسفی با به صورت موسیقیایی میتواند بیان بشه و سعی کردم راهنمایی شنیداری براش تهیه کنم، یاد بدم دقیقه فلان تا فلان چه اتفاقی میفته و اینها رو سعی کردم یکم جا بندازم قضیه. سوال بعدی، موسیقی شاد و غمگین اصلا داریم؟ چه نوع موسیقی غمگینه، چه موسیقی شاد؟ من یک ویدیوی تهیه کردم این موسیقی ایران غمگینه هست چنین چیزی. ببینید از نگاه فلسفی میشه خیلی عمیق‌تر به مباحث نگاه کرد دیگه. اصلا آیا موسیقی یک هنر است؟ خیلی دیگه بنیادی ترین سوالی که ممکن. آیا واقعا ما موسیقی رو میتونیم به عنوان یک هنر بهش نگاه کنیم یا نه؟ سوال بعدی، علاقه داشتن به یک ژانر موسیقی خاص و یا ذائقه موسیقیایی چگونه تعریف میشه؟ اینا نمونه سوالاتی است که من اینجا آوردم. اجازه بدید برگردیم به کتاب و اون نکته‌ای که گفتم رو، مقدماتی که عرض کردم ازش رد بشیم. یک مقدمه ای در ابتدا آورده شده که ابتداش یک جمله ای از ناتوردشت، رمان خب متفاوتی است دیگه، سالینجر. مردم همیشه فکر میکنن هر چیزی کاملا درست است. اما خب زیاد جالب نیست یه جمله ای رو از یه جای بیاری، خب یه گذشته ای داشت یه آینده ای داره، اما اینجور نقل کرده دیگه. یک سری سوالات پایه رو اینجا اشاره کرده، مثلا اینکه موسیقی محبوب شما شاید برای بعضی ها مناسب نباشه. خب چیه اون چیزی که من دوست دارم و چرا یک عده دیگه دوست ندارن؟ یه سوال. چرا برخی آثار موسیقی رو از آثار دیگر مهمتر میپندارن؟ چه خصوصیت هایی داشته؟ آیا موسیقی معنایی دارد اصلا یا نه؟ داره ایشون هم دقت کنید داره یه سری سوال مطرح میکنه، داره سعی میکنه اون سوالات بنیادینی که در فلسفه موسیقی هست رو اشاره بکنه. چه چیزی یک قطعه را به یک قطعه موسیقیایی بدل میکنه؟ در پس زمینه بحث ما مسئله ارزش موسیقی است. من خیلی پراکنده دارم خلاصه هایلایت کردم جای مختلفش رو میخوام. گاهی به این پرسش ها میتوان پاسخ گفت و گاهی این پرسش ها ظاهرا بی پاسخ هن. حتی این مورد هم اشاره کرد. در ادامه نمونه هایی از موسیقی کلاسیک آورده و سعی کرده بگه وقتی ما صحبت از فلسفه موسیقی میکنیم به شکل جدی درباره موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم. یه چنین فلسفه ای رو خواسته ایشون، این موضوعی رو خواسته بحث کنه. فلاسفه تقریبا فقط درباره موسیقی کلاسیک غربی مطلب نوشتن. به سختی بتوان گفت که تفوق فرضی موسیقی کلاسیک غربی نیست ماحصل تصرف نوع خاصی از موسیقی به وسیله اقشار بالایی بورژوازی باشد و ارتقای متعاقب این موسیقی نسبت به دیگر فرم‌های موسیقی، شاید بهتر می‌نوشتم به دیگر ژانرهای موسیقی، نیز صرفاً به میل طبقه حاکم نبوده است. با این همه می‌توان استدلال کرد که هیچ موسیقی دیگری در جهان
به اندازه این موسیقی عمق و ظرافت و ظرفیت لازم را برای درآمیختن ما بقیه زندگی ما ندارد. البته خب این عمق در موسیقی خودش یک سوال فلسفیه دیگه، اصلا عمق در موسیقی یعنی چی؟ یا ظرافت و ظرفیت در موسیقی یعنی چی؟ اول برای راجب این جملات به لحاظ فلسفی صحبت کرد و بعد یه چنین جمله ای رو گفت. سه تا مثال آوردنشون، یک اپرایست از واگنر، والکوره، دیگری قطعه فاوست گوته که توسط شومان به صورت موسیقیایی بیان شد و البته سمفونی پنجم پروکوفیف که قطعه پیتر و گورگ از ایشون هست به عنوان موسیقی برنامه‌ای و اینها واسه بچه‌ها خیلی مناسب است. در ادامه ایشون به عنوان این مفهومی به عنوان نقاب پرداختن، گفتن موسیقی میتونه در ظاهر یک جوری باشه ولی در باطن یک معنای دیگری رو بیان کنه. خب اسکرتسوی که ایشون گفتن یه حالت شوخوشنگ داره، من اشاره کردم یک نوع خاصی است مثل مینوئه که خیلی ولی خب داره ایشون میگه که با وجود اینکه ظاهرش خیلی شوخوشنگه ولی بسیار جدی است، شاید به خاطر اون دوره حکومت استبدادی است که در دوران افرادی مثل ایشون و شاستاکوویچ و اینها وجود داشته این نقاب در موسیقی ایجاد شده. ظاهر موسیقی غربی کم و بیش به رمان شبیه است. این موسیقی روایتی دارد که به سمت گره‌گشایی حرکت می‌کند و تقریبا تنها در آثار موسیقی متأخری همچون موسیقی استیو رایش، من در مورد استیو رایش و موسیقی مینیمالیسم هم ویدیو تهیه کردم، در موسیقی مینیمالیست هستش که میتوان استثنایی بر این قاعده یافت، یعنی اون حالت رمانگونه رو نداشته باشه. در ادامه به یک تصور هگلی ایشون اشاره کردن که میگوید موسیقی مطلق یا ناب یا موسیقی به تنهایی، یعنی خود موسیقی دارای ارزش باشه، موسیقی ناب همان نقطه اوج هنری است که موسیقی غربی در تاریخ طولانی خود به سمت آن پیشرفت داره. سوال دیگه واقعا موسیقی به تنهایی یعنی سایر جنبه های دیگه که مثلا موسیقی با هنرهای نمایشی میتونه ادغام بشه یا کلام، که من در مورد موسیقی بدون کلام یک ویدیویی تهیه خیلی این قسمت به اونجا مرتبط میشه، مثلا اپرا یا باله هایی که وجود داشته یا اینها چه تعاملی با موسیقی دارن، بدون باله و اپرا یا میشه موسیقی رو به تنهایی تصور کرد. به نظر من موسیقی را نه فقط متن، رقص، موقعیت دراماتیک، نیایش و برنامه‌های روایتی احاطه کرده، بلکه موسیقی با تداعی‌های خاصی نیز محصور شده، تداعی‌هایی که شاید صرفاً شخصی نباشند، بلکه شاید با منظره و تاریخ سرزمین مادری آهنگساز، با روح زمانه و بافت اجتماعی و سیاسی پیوند داشته باشند که یک حاله و یک پس زمینه غنی به وجود می آورد و ما بر حسب آن موسیقی را تقریر می کنیم. خیلی مطلب مهمی است اینه که اینجا برداشت هایی که افراد می تونن از یک قطعه موسیقی بکنن. یکی از ویژگی های چشمگیر به نظر من اغلب مقفول هنرهای مختلف، این پاراگراف بسیار ارزشمند هست، این است که افراد مختلف مقتضیات متفاوتی از آنها طلب می کنند. نمیدانم چقدر از این نظر با دیگران متفاوت فکر میکنم، اما من آنقدر که به یک قطعه موسیقی واحد گوش میکنم یا یک شعر واحد را میخوانم، یک رمان را دوباره نمیخوانم و آنقدر که یک رمان را دوباره میخوانم، فیلم های مختلف را چند بار نمیبینم. این همون نکته است که من اتفاقا تو موسیقی فیلم و اینها هم اشاره کرده بودم و مقایسه کردم موسیقی رو، که موسیقی به ما کمک میکنه که زندگی خودمون رو در قالب اون نوت‌ها و اون صداها تجسم کنیم. این چیزی است که موسیقی رو برای من جذاب کرد. وقتی که یک فیلم نگاه می‌کنم، اون نظر کارگردان ناخودآگاه رو ذهن من تأثیر می‌ذاره. وقتی رمان می‌خونم خیلی کمتر، بلکه خودم اون شخصیت رو در ذهن خودم می‌سازم. ولی وقتی قطعه موسیقی رو گوش می‌دم، اصلا کوچکترین تأثیری از آهنگساز بجز اون صدا، صدا خیلی خاصه دیگه، این کمک میکنه من دنیای خودم رو بسازم و از این جهت هستش که موسیقی برای من بسیار ارزشمند هست. بحث هنر یک بار مصرف رو ایشون مطرح کردن، اصلا اسپویل فیلم، یه لغتی داریم به نام اسپویل فیلم، میانه فیلم رو اسپویل کنید بیارزش میشه. آخه اون چه هنریست که با لو رفتن داستانش بیارزش بشه؟ این همون یک بار مصرف بودن فیلم دیگه، من فهمیدم دیگه بس دیگه، فهمیدیم تهش چی میشه دیگه. یا قطعات موسیقی که طرف میگه من آخرین اثر خودمو دارم میخونم، خب چرا آثار قبلی تو نمیخونی؟ آیا اونا دیگه تاریخ مصرفشون گذشت؟ آخرین اثر خودتو میای اجرا میکنی؟ شاید موسیقی شاید به هنر کم دوامتری بدل شده باشه. اصلا آیا این گونه است واقعا؟
یعنی موسیقی هنر کم دوامتری است. شنیدن قطعه معاصر شاید معنای جزئی نداشته باشد که یک بار رمان معاصری را می‌خوانید، چیزی که به طور موقت علاقه شما را جذب می‌کند اما بعد آن را کنار می‌گذارید و دوباره آن را نمی‌خوانید. این یکی از مباحث بسیار جدیه هنر هست. خلاصه فصل‌ها را ایشون اشاره کردن. چه چیزی موسیقی را از سر و صدا یا عصبات مبهم متمایز می‌کند؟ خب این سوال خیلی مهمه دیگه. چگونه ممکن است که کیفیت موسیقی به چیزی غیر از ذائقه فردی ربط داشته باشد؟ سوال بعدی این هستش که یک دست ساخته باید چه چیزی داشته باشد تا بتوان آن را اثری هنری نامید؟ اما از آنجایی که رابطه موسیقی با نوت نویسی به مراتب مفهوم دارتر از رابطه رقص و علامت گذاری آن است، بیاس بار ریاضیات که اغلب در این زمینه مورد مداقه قرار گرفته در اینجا ربط بیشتری پیدا می‌کنه. اهمیت ریاضیات و علم فیزیک رو ایشون اشاره کرد. آیا موسیقی میتواند معنایی داشته باشد؟ سوال بعدی. اگر آری چه معنایی میتواند داشته باشد؟ و البته در ایشون به شوپنهاور اشاره کرده در ادامه. نویسنده هایی همچون آرتور شوپنهاور و سوزان لانگر که این افرادی بودن که در این مورد در مورد بحث فلسفه موسیقی اشاراتی داشتن که معنای این سخن شوپنهاور که موسیقی تصویر نفس اراده است را در نمی‌یابم. چون گفتم من نمی‌فهمم یعنی چی و هیچ مطلبی نیافتم که این نظر را برای من از این روشن‌تر سازد. هرچند شوپنهاور احتمالاً در ترفیع منزلت موسیقی در میان هنرهای مختلف نقش مهمی داشته است. این مقدمه ایشون بود. فصل یکم در پیش درآمد، چهار فصل داره دیگه، بله چهار فصل داره کتاب. فصل اول در مورد پیش درآمد، اوورتور، اوورتوری که توی اپرا و اینها استفاده ایشون لغت پیش درآمد تو پیش درآمد تو داریم دیگه توی موسیقی ایران، و سرآغاز ها صحبت کردن در و خلاصه قسمت های بعدی رو قطعا به شما خواهم گفت، جاهایی که هایلایت کردم. فصل دوم اثر موسیقی اصلا چیه؟ یک اثر موسیقیایی چه مواردی، چه تعاریفی باید داشته باشد؟ چه چیز موسیقی یا به بیان دقیق برخی قطعه های موسیقیایی چه چیزی اینها رو به اثر هنری یا نمونه ای از هنرهای زیبا بدل می کنند؟ این پرسش نخست ماست. چقدر پرسش توی فلسفه دارای اهمیت هست. پرسش دوم این است که اثر موسیقی فی نفسه چیست؟ آیا اثر موسیقی صرفاً آن چیزی است که میشنویم، یعنی اجرا، یا چیزی علاوه بر آن است؟ آیا اثر موسیقی چیزی است که ما ابداع میکنیم؟ این خیلی سوال مهمی آخری. یا یه چیزی است که آن را کشف میکنیم؟ کشف یعنی یه چیزی هست من پیداش میکنم، ابداع یعنی اصلا چیزی نبوده من اولین بار میسازم. آیا سمفونی پنج بتوون بوده، منتظر بوده که بتوون اون رو کشف بکنه، یا خیر اصلا چیزی وجود نداشته که بتوان ابداع کرده این رو از خودش؟ این فصل دوم هستش. خب بخش‌های مختلفی داره دیگه، من اجازه بدید سریع‌تر رد بشم. فصل سوم کتاب در مورد معنای موسیقی است. یه بخش خیلی مهمی توی این قسمت وجود داره در مورد موسیقی و زبان، اینکه اصلا موسیقی با کلام لزوماً اصلا موسیقی بی کلام معنی داره، یعنی حتما موسیقی باید یه با کلام باشه تا معنا پیدا کنه. آیا موسیقی سازی ناقصه، نیازمند کلام هست؟ موسیقی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ این پرسش در سرراست‌ترین وجه درباره موسیقی سازی مطرح میشود. در واقع به نظر میرسد که این پرسش پس از آن به ذهن متفکرها خطور کرده که موسیقی خود را از قید متن و رقص رهانید و بدین سان بدل به هنری تمام عیار و مستقل شد. آنچه موسیقی ناب یا مطلق توصیف می شود که من طرفدارش هستم، اگه ویدیوهای قبلی من دیده باشید، وقتی موسیقی کلمه ها را همراهی می کند به طور معمول دلالت و مفهوم آن به خاطر تأکید بر معنای متن یا ترکیب آن با معنای متن است. در این مورد پرسش از معنا به آن شیوه مطرح نمیشه. وقتی ما میگیم معنای موسیقی، خب دیگه باید معنای کلام اون موقع بریم مسخ کنیم، معنای موسیقی رو دیگه مطرح نمیکنیم. بدین ترتیب این مسئله هنگامی توجه ما را جلب میکند که ما برای مثال به چهار نوازی های متأخر بتوون، منظورشون کوارتت است، استرینگ کوارتت، چهار نوازی،
یا واریاسیون های گولدبرگ باخ میاندیشیم. این آثار والا ظاهرا چیزی نمیگویند که ما بتوانیم در قالب کلمه آن را بیان کنیم. دست کم در این معنا که ما نمیتوانیم بگوییم اکنون ما شنیدن آنها چه میدانیم که پیش از آن نمیدانستیم. به راستی این واقعیت که موسیقی نمیتواند حکمی بیان کند اینا خیلی موارد مهمی هستن، تا حدی تبیین میکند که چرا موسیقی اینقدر دیر به مثابه یکی از هنرهای زیبا پذیرفته شد. اصلا این موسیقی هنر هست یا نیست؟ در حالی که از هنرهای مختلف انتظار داشتند یه قایتی اخلاقی را برآورده سازد و تعلیم و آموزش دهد، دشوار میشد موسیقی را یکی از این هنرها برشمرد. نیز موسیقی نمیتواند فرمان دهد یا بپرسد که و الاخر دیگر رد میشیم از این قضیه. طولانی شد. یک بخش دیگری که من هایلایت کردم بحث تحریک احساس هست. پاسخهای معاصر به این پرسش که چه چیزی موسیقی را غمگین میکنه، موسیقی را غمگین میکنه، به دو گروه تقسیم میشوند. آنها یا میپرسند که مشخصه تجربه ما چیست که باید موسیقی را غمگین بخوانیم، یعنی در جستجوی پاسخی پدیدارشناختی برمی آیند. یه مقدار این بخشای فلسفه پایه هم توش هست دیگه. یا اینکه میپرسن چه چیزی رو ما را محق میسازد تا موسیقی را غمگین بخوانیم، و این به پژوهش در باب استعاره و بررسی اینکه تا چه حد این موسیقی غمگین است استعاره است ختم میشه. همچنین در بحث توصیف موسیقی میشه صحبت کرد. در توصیف موسیقی تا کجا میتوان پیش رفت؟ برای مثال یکی از نویسنده ها درباره سمفونی چهارم سیبلیوس یک نرم افزاری هم به نامش هست که من آموزش خیلی سادهش رو تهیه کردم، می نویسد که تریتون یا ترایتون، همون فاصله شیطانی سنین پرده‌ای، موسیقی این اثر را نابود می سازد و آن را از ملودی محروم می کند. در این باب او اظهار نظر سیبلیوس درباره نیروی ویرانگر مکتب آتونال شونبرگ را پیش چشم داشته است. بحث موسیقی اکسپرسیونیسم و اینها که دیگه رد میشیم از روش. معنا در موسیقی بخش بعدی است که نظر من رو جلب کرد. معنای موسیقی چیست؟ الان صفحه 201 کتاب هستیم. به هیچ وجه واضح و روشن نیست که افراد هنگامی که میپرسند آیا موسیقی معنا دارد یا نه، منظورشان چیست؟ آیا ایشان از موسیقی انتظار دارند که حقایقی معنوی را بیان کنند، فارغ از اینکه این حقایق چه باشد؟ صفحه 212 کتاب و یا 211 کتاب درباره عمق در موسیقی صحبت می‌کنه. ما گاه از موسیقی به مثابه چیزی عمیق سخن می‌گوییم. این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ما پیشتر به این نتیجه رسیدیم که موسیقی متضمن هیچ قضیه‌ای نیست و بنابراین نمی‌تواند اندیشه‌ها را بیان کند. اما بی‌تردید همان اندیشه‌ها هستند که ما آنها را عمیق می‌پنداریم و اندیشه‌ها هستند که ما آنها را به مثابه قضایا بیان می‌کنیم. یک پارادوکس رو ایشون در ابتدا مطرح کرده. اما درباره موسیقی ناب، صفحه بعد، چنانکه معمولاً به این نام خوانده می‌شود، چه می‌توان گفت؟ موسیقی سازی چطور؟ برخی از این آثار بی‌تردید آثاری عمیق قلمداد می‌شوند. دوورژاک ضمن صحبت با یکی از شاگردانش درباره مقدمه موفان آهسته سونات هامر کلاویر، یکی از شاهکارهای بتوئن است، گفته بود که اگر چیز عمیقی در موسیقی وجود داشته باشد همانا این است. و کلاویه تعدیل یافته کتاب اول شماره 18 اثر باخ را یکی از عمیق‌ترین قطعه از میان کل 48 قطعه این کتاب توصیف می‌کند. به نظر در مورد عمق در موسیقی هم اگر خواستید مطلب پیدا کنید اینجا هست. فصل چهارم که یکی از مهمترین و چالشی ترین بخش‌های کتاب هست درباره ارزش در موسیقی صحبت میکنه. بسیاری از پرسش هایی که تلاش خواهم کرد تا در این فصل آخر با آنها پاسخ بگویم پرسش های کاملا عمومی در باب ارزش آثار هنری هستند و اینکه چگونه این ارزش ها را به اثر هنری نسبت میدهیم. چرا اصلا باید درباره ارزش نسبی قطعه های موسیقی قضاوت کنیم؟ مثلا لازمه واقعا درباره ارزش موسیقی صحبت کنیم؟ هرچه نباشد آیا کل این ماجرا رنگ و بوی جداول رتبه بندی دانشگاه ها، رنکینگ های دانشگاه، یا صد کتاب اول فلان نویسنده یا مواردی از این دست را با خود ندارد که ما بگیم مثلا دسته بند؟ آیا میشه واقعا این کار کرد؟ در ادامه در همین فصل صفحه 228 درباره سنجه ها صحبت کرد، متریکا
معیارهایی که به کمک اون میتونیم ارزش تعیین کنیم. آیا میتوانیم دلایلی بسیار عمومی داشته باشیم که چرا یک قطعه خاص موسیقی خوب است؟ هنگامی که اثری هنری ارزش دارد، آیا این ارزش را به این خاطر دارد که واجد سنجه‌های خاصی است؟ این چقدر سوال داریم؟ آیا قضیه صرفاً بر سر داشتن ویژگی‌های خاص است؟ چنانکه اگر یک اثر هنری اینها را داشته باشد، اثری مناسب تشخیص داده می‌شود؟ صفحه 244 از همین فصل هستش که درباره عدم درک موسیقی بزرگان شاید پیش اومده باشه. یه قطعه‌ای رو میگن خیلی این قطعه خفنیه، مثلا من چند تا اسم آوردم دیگه، بعد شما میرین گوش میدین میگه آخه این چیه، این که چرت و پرتا چیه. در این مورد صحبت میکنه که واقعا اگر ما متوجه یک قطعه خوب نمیشیم، ارزشش رو درک نمیکنیم که همه بزرگان دارن میگن خوبه، خب این دلیلش چی میتونه باشه؟ برای درک آخرین دستاوردهای موسیقی جدید، آشنایی با موسیقی شونبرگ، مثلا یه جمله ای گفته شده که میخوای اگه بفهمید چیه، برید مثلا موسیقی اکسپرسیونیسم آشنا بشید. برگ، آنتوان، اینا مکتب دوم وین هستن دیگه. خب بعد شما میرید اینو گوش میدید میگید آخه این چیه، پس حتما یا من یه دلیلی داره دیگه. در این مورد صحبت کردم، من با عشق به استراوینسکی بزرگ شدم، اما هرگز برایم مهم نبوده که اثری از شونبرگ را دوباره بشنوم. از خودش داره مثلا میگه، یا من انگیزه بسیاری برای یافتن تم‌های به یاد ماندنی، بافت‌های جذاب، لحظه‌های اوج و همه کلایمکس و همه آن هیجانی را داشتم که زندگی بدون باخ، هایدن یا شوبرت را تصور ناشدنی می‌کرد. اما من اینا رو پیدا نکردم. این نتونسته این کارو بکنه. دلیلش به نظر شما چیه؟ یه دلیلش این بوده که به اندازه کافی روی موسیقی کار نکردم. توضیح دادن ها، من خلاصه میگم. یکیش که مرتبط با همون تبیین اول هست، من به شیوه اشتباه به موسیقی گوش میدهم. سوم، این موسیقی صرفا با ذائقه من جور نیست. اصلا ذائقه در موسیقی معنا داره واقعا، یعنی موسیقی خوب و بد با توجه به ذائقه، به نسبت ذائقه فرد معنا پیدا میکنه. و چهارم، این موسیقی آنطورها هم که تعریف میکنن نیست، یعنی سر کاری هستن که شاید به عنوان یک افاده مثلا افهی گفته شده، من کسی اینو نفهمه خیلی بی سواده چنین چیزی. فکر کنم کافی باشه برای این موضوع. من سعی کردم یه مقدار براتون طرح مسئله کنم که اصلا وقتی صحبت از فلسفه موسیقی میکنیم منظور ما چی هست. حالا اگه علاقه من بودید میشه بخشی از این بخش‌ها رو که به نظر خود من به سلیقه و مهم هست، در صورت ویدیو کورس های مستر کورس 10 ساعته در آینده ادامه داد.